مون جائین رئیس جمهوری تازه منتخب کره جنوبی چهارشنبه رسما در مقام رئیس جمهوری کره جنوبی سوگند خورد. طی این مراسم مون جائین وعده داد برای کاهش تنش و شکاف در کشور و در خارج تلاش کند و افزود حاضر است در شرایط مناسب برای مذاکره در مورد برنامه متجاوزانه موشک‌های اتمی پیونگیانگ حتی به کشور رقیب کره شمالی سفر کند. شهلا آراسته گزارش می‌دهد. مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی با همسرش در کنار وی چهارشنبه در مراسم ویژه در مقام رئیس جمهوری جدید کره جنوبی سوگند خورد. مون جائین که دو رقیب محافظه‌کار و میانه خود را با تفاوت 2-1 با هر یک از آنها شکست داد، در سخنرانی در این مراسم موضع نرمتری در قبال کره شمالی ابراز کرد و افزود برای کاهش تنش به واشنگتن و پکن سفر خواهد کرد. هنباندوی پنهارل ویه دنبون سجو من تلاش خود را در همه جهات برای صلح در شبه جزیره کره انجام می دهم و در صورت لزوم بلافاصله به واشنگتن پرواز می کنم. از چین و توکیو بازدید می کنم و اگر ممکن باشد به پیونگیانگ هم می روم. هر کاری را لازم باشد قویاً برای برقراری صلح انجام می دهم. موضع نرمتر مون جائین در برابر کره شمالی ممکن است با چرخش رویکرد واشنگتن نسبت به کره شمالی که با ترکیبی از تهدید به اقدام نظامی تا دیالوگ همراه است در روابط دو متحد آمریکا و کره جنوبی شکاف ایجاد کند و به عقیده تحلیلگران موجب تضعیف رویکرد آمریکا مبنی بر تاکید بر بازدارندگی و تحریم‌های نظامی کره شمالی خواهد شد. زمان در حال حاضر مناسب چنین رویکردی نیست. مون که با کسب 41% آرا پیروز شد، در مراسم سوگند گفت به فساد در دولت خاتمه می‌دهد. من این مسئولیت را با دست خالی آغاز می‌کنم و با دست خالی هم آن را ترک می‌کنم. و رئیس جمهوری خواهم بود که به عنوان یک فرد عادی به زندگی با همسایگانم باز خواهم گشت. رئیس جمهوری جدید کره جنوبی گفت او به طور جدی با ایالات متحده، مهمترین متحد سئول و چین، عمده‌ترین شریک تجاری در مورد اعزام سیستم دفاع موشکی پیشرفته آمریکا تاد به جنوب کره جنوبی مذاکره خواهد کرد. من به طور جدی با ایالات متحده و چین در مورد تاد مذاکره می کنم. امنیت ملی محکم از قدرت دفاعی ملی نشأت می گیرد و من برای تقویت قدرت دفاع از خود تلاش می کنم. مون جائین مایل است تا زمانی که نگرانی های داخلی و اختلافات میان واشنگتن و پکن حل شود، اعزام موشک های تاد به تعویق بیفتد. پرزیدنت ترامپ اخیراً 1 میلیارد دلار بابت این موشک ها مطالبه کرد. همزمان چین با مخالفت با اعزام آن موشک‌ها با دست زدن به انتقام‌جویی علیه کره جنوبی توریسم و صادرات با آن کشور را محدود کرد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.